شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آذر، شاعر ملی و پژوهشگر ادبیات و علوم اجتماعی هستیم. آقای دکتر نعمت آذر، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو. با درود به شما و همیهنان ارجمند، به ویژه در محدوده مرزهای ملی و هم در غربت جهانی من، یک بار دیگر نسیم نوروز وزید دلها به هوای روز نو باز تپید. نوروز و بهار و بزم یاران خوش باد در خاک وطن، نه در دیار تبعید. با شاد باش نوروز خجسته باستانی. درود مجدد بر شما که خود رسید نوروز، این کهن یادگار از نیاکانمون و این یکی از بزرگترین آیین‌ها و جشن‌های ماندگار در تاریخمون رو با سرودتون نوید دادید. البته به احوال غربت نشینان هم اشاره فرمودید. می‌خواستم لطف کنید درباره نوروز، تاریخچه نوروز و همینطور برگزاری و برپایی مراسمش و چرایی آن برای هممیهنان و به ویژه برای جوانان توضیح بفرمایید. بله، همینطوره. بیگمان در میان جشن‌های ملی ما ایرانیان دو سه جشن هستن که اینها بیار باشکوه‌تر برگزار می‌شدن و همچنان نیست به جز دو تا در حقیقت فروردین، همچنان نوروز همچنان که می بوده است، بعد در مرحله بعد مهرگان و همچنین سده و همچنان همه اینها به جای خود باقی است. و خیلی هم طبیعی است که در ادب ما، در ادبیات ایران، این همه جشن‌های ملی پایداری کنند و با گذار روزگاران به فراموشی سپرده نشوند. نکته مهم این است که خب ما در این گفت و شنودی که امشب درباره نوروز خواهیم داشت، نگاهی خواهیم کرد به نوروز، یعنی نوروز درگذار روزگاران و آیین‌های نوروزی. و این آیین‌های نوروزی نه تنها در جغرافیای سیاسی امروز ایران، که در جغرافیای سیاسی و فرهنگی ایران بزرگ. جناب آذر، می‌خواستم لطف کنید بفرمایید چه جوری میشه که بعد از این هزارها همچنان این جشن‌ها، این آیین‌ها پابرجاست و همچنان ماندگار. علی، بسیار پرسش مهمیه که البته حالا به اونم خواهیم رسید، ولی خیلی به جای در مقدمه اتفاقا همین گفت و شنود بشود. به اون اینه که راز ماندگاری این جشن‌ها و راز ناماندگاری جشن‌های دیگر باید دید کجاست. افزون بر این که این جشن‌ها چه مقدار پیوند دارد با شیوه های معیشتی مردم، که به طور کلی تا همین صده های اخیر جامعه ما بیشتر جامعه کشاورزی بوده و او تحقیقاتش در جای خودش محفوظ، اما این پرسش شما یک مسئله بسیار بنیادی تر مطرح میکنه. آیین های ملی از اعماق تاریخ یک جامعه برمیخیزند، همچنان که اگر کسی مدعی بشود که میتواند بگوید نوروز از کی بوده است، ادعای بی خودی کرده است.
من خود یک بار نوشته بودم نوروز بود که تاریخ نبود. به لحاظ علم تاریخ، تاریخ رو از هنگامی میشناسند که خط به وجود آمده است، نه زبان. هزاران سال زبانهای مختلف بوده است، اما تنها قدیمی ترین خطی که تا امروز مشخص شده است تا قدمتش به زحمت به 10,000 سال میرسد. پس یک خط داریم و یک زبان، و او بحث زبانشناسی نمیتونه باید بسیم که خطها جز زبانها نیستن. همین زبانی که اکنون من و شما با هم صحبت میکنیم در درازنای تاریخ به خطهای مختلف نوشته شدند. بله. ولی خب، اما نکته بسیار مهم این است که آیین‌هایی که از اعماق، از ژرفای تاریخی یک جامعه برمی آیند، اینا نابود شونده نیستن، حتی ضعیف شونده هم نیستن. اما یک به خاطر چی؟ به خاطر که این آیین‌ها، از آیین‌های ملی بگیریم حتی تا آیین‌های مذهبی، همه اینا وقتی که از دل خود همین جامعه آمدن، یعنی مهمون تحمیلی نیستند، اینها ماندگاری جاودانگی دارند. یک مثال روشنش اینه که ما در ایران پیش از اسلام چندین کیش بزرگ داشتیم، یعنی ما در ایران، در همین جغرافیای ایرانی که هم اکنون داریم درباره او صحبت میکنیم، آیین‌های بزرگ جهانی آمدند. خب بر کنار از بودیسم که بیشتر به کرانه‌های شرقی سرزمین‌های ایرانی مربوط می‌شود، ولی بسیار خوب، ما آیین میترائیزم رو داشتیم، از اون پیشتر آیین زوروانیزم داشتیم، یعنی ابدیت زمان، یعنی زمان اکران، یعنی زمان بیکرانه، و بعد میترائیزم داشتیم، و بعد زرتشتیسم داشتیم، و بعد مانویزم داشتیم، و بعد مزدکیزم داشته باشیم تا فروپاشی ساسانیان. میبینید همه اینا از دل این فرهنگ میان بیرون. بله. و مشکلی ندارن، اما مشکل از اونجا آغاز میشود که یک آیین مربوط باشد به یک جامعه و یک ساختار دیگه اجتماعی، مثلا با یک لشکرکشی آمده باشه، مثل حضور اسلام واقعی در تاریخ صحبت میکنیم. بله. توی کتاب میتواند، کتب مقدس میتوانند تفسیرهای گوناگون بکنند و موضوع بحث علمای علم کلام باشه. اون چه به من مربوط میشه توی بعد، هر وقت از یه اشاره این به کیشی میکنند، به کارکردهای اجتماعیش کار دارن. بله. اون چی که در مباحث سیاسی هم میگفتن سوسیالیسم واقعا موجود، بنابراین ما از اسلام هم واقعا موجود که صحبت بکنیم، میبینیم وقتی که اسلام وارد ایران میشود، حالا چگونگی هاش رو مورد بحث الان ما اینجا اکنون نیست، ولی جامعه ایران به ناگهان، این جامعه چند هزار ساله به پدیدهی برمیخوره که تا حالا برنخورده بوده است، چون یک نگاه ژرف به تاریخ ایران نشان میدهد که این پیامبرانی که نام بردم از اونها، از اون سوی، یعنی این کیش ها رو از اون سوی زوروانیزم و بعد میترائیزم و بعد زرتشتیزم و بعد مانویزم و بعد مزدکیزم، این کیش ها همه وقتی به وجود آمدن چون از دل یک فرهنگ ویژه مخصوصی، همشون از یه دل فرهنگ دارم دارن، هیچ تضادی با بقیه کیش ها، با بقیه آیین هایی که توی این جامعه بوده است پیدا نکردن. اما برای اینکه مشخص بشه، اما این تشنج فرهنگی، این روان پریشی فرهنگی بره دو سه قرنی ایران بعد از اسلام رو در اندام این تاریخ این رعشه به وجود آمد، این نابهنگامی براش به وجود آمد که این آیین‌های جدیدی که آمده تا بتواند فرصتی پیدا کنه دو سه قرن که خودش با اینا تنظیم کنه، چون به حسرت با یک فرهنگ، با یک مجموعه فرهنگ و ایدئولوژی و نظر این دین وارد جامعه شده. الان ما در جایگاه بررسی های جامعه شناختی اینا نیستیم، فقط اینا رو میگم که به شما بگویم که باید دانست که نوروز
و بعد مهرگان و بعد سده، اینا چقدر برای در فرهنگ ایران اهمیت داشته، به ویژه نوروز که امروز شب مورد بحثمونه، این چقدر اهمیت داشته که با همه مدارک مسلم تاریخی که داریم که به ویژه در دوران 100 ساله اومدی ها به شدت تعقیب میشده، سرکوب میشده هر نوع آیین نوروزی. بله. ولی اینا باقی موندن، یعنی ریشش تو تاریخه. به این مربوط نیست که عمر سعد وقاص را با سپاه فرستاد تا جنگ روی از شاه. خیلی خوب، این درسته. سعد وقاص از سپاه ساسانی، از سپاه سعد وقاص شکست خورده است، بله، ولی این دلیل این نیست که او فرهنگ مهاجم بر هویت نوروز بتونه پیروز بشه، همچنان که از اون موقع 1400 سال گذشته و این پیروز نشده و اون نوروزه که پیروزه. بنابراینه که رمز ماندگاری همه جشنها تو همه جوامع به این مربوط است که چه مقدار این آیین سرشته شده است، نهادینه شده است با ژرفای این تاریخ. چنان است که امروز نام نوروز به اینگونه به نظر میرسه که مثلا نام نوروز نام دیگر ایرانه، زمینه که نوروز در جغرافیای فرهنگی بزرگ ایران در بسیاری از این کشورهای دیگر هم هست که بعد بهش خواهیم رسید. بله. بنابراین در صحبتهای اکنون ما به نظر به اندازه کافی روشن شد که چرا نوروز ماندگار است. بله. اولا نوروز ماندگار است به خاطر اینکه با نوزایی طبیعت همزمان است و توامان است و این جهان گردنده که همچون به دور خود و همچنان به دور خورشید میچرخد، این نیاز به تجدید قوا داره، تجدید جوانی داره. خیلی خوب، بنابراین طبیعی ترین جشن جهان همانا زنده شدن دیگر بار جهان پیره. خب این خودش هم خیلی مهمه، منتها ایرانی ها بسیاری در کشور، بسیاری از کشورها اینه به عنوان جشن بهاری قبول دارن و میشناسنش که بهش اشاره خواهیم کرد، ولی هوشمندی ایرانی ها اینجا بوده که گاه شمارشونه بر این گذاشتن، یعنی معیار زمانشون وقتی میخواستن این گاه شماره درست کنن، خب این گاه شماره با تجدید سال درست کردن که دیگه به هیچ شخص و به هیچ آیینی هم مربوط نباشه. حالا در صحبت امشب یک نگاهی میکنیم اجالتاً به پیشینه این جشن بزرگ ملی که در حقیقت باید گفت جشن جهانی است. در حقیقت همه درخت ها جشن میگیرن و همه گنجشک ها و پرستوها هستن که باز میگیرن. بله. جا بازم به واقع نوروز رو میشه گفتش که یگان جشن واقعی طبیعی و وابسته به طبیعت، برای اینکه نه به فردی، نه به گروهی، نه به دسته‌ای، به هیچ نوع، نه به تولد، نه به هجرت، نه حتی تولد زرتشت. البته تو آیین‌های سنتی ما بهش خواهیم رسید که روز ششم فروردین که روز نوروز بزرگ نامیده میشه، حالا خواهیم رسید آیین‌های سنتی زرتشتی ما میگویند اون روز تولد زرتشت. بله. ولی نکته مهم همینه که گاه شماری ایرانی ها هم با همین شروع میشه. حالا بعد اشاره خواهم کرد که این گاه شماری البته به دقت کافی نبود، گاهی کبیزیر نمیتونستن دقیق ازش کم کنن تا در دوره همزمان ملک شاه تلجوقی که در حقیقت باید گفت در دوره خیام. بله. چون دربار سلطنتی کاری که کرده خوب مثلا حوائج مادی برگزار کرده، ولی امروز من خودم از زبان آدمی در حد علمی دکتر حشرودی شنیدم و هم بعد از غلام حسین مصاحب یکی از بزرگترین ریاضیدانان ایران که هنوز همچنان در شگفت بودن که با او وسایل اون زمان، یعنی وسایل قرن پنجم، اواخر قرن پنجم ایران، یعنی نزدیک به 950 سال پیش، چگونه توانستند
این محاسبه دقیق رو بکنن که تا کنون با اعتبار حتی ثانیه هاش سر جاش مونده و یعنی با تمام وسایل علمی امروز اثبات میشه که اون چیزی که گروه ریاضیدانا و نجومدانان دوره سلجوقی زیر نظر خیام اینها رو سال خورشیدی تثبیت کردن و تا امروز هیچ گونه دانش جدید فضا شناسی نتوانسته ایرادی بر او کار بگیره. بله دقیقاً. بنابراین اون چه که به ایران مربوط می شود در حقیقت آغاز گاه شماری خودش با آغاز تجدید جوانی عالم پیره، بلا در همه جای جهان به هر صورت خواه نخواه جشن بار خیلی خیلی مهمه، نمیتوان او نادیده گرفت. بله. اما من از این که خب این جشن از که خب ما جشنهای نوروز و مهرگان و سده میان جشنهای کوچک و بزرگی که از ایران باستان داشتیم خب اینا جای ویژه ای دارن و بارها من اینجا ضمن صحبت ها گفتم که اصلا در ایران باستان در ایران پیش از اسلام گویی مردمان دنبال بهانه می جستند برای که روزها رو بیشتر به شادمانی بگذرانند. چون این بوده است که علاوه بر این از جشنها جشنهای کوچک دیگه ای داریم و افزون بر اونها هم روزهای هر ماه در گاه شماری پارسی هر اینها نام دارن و اون گاه که هر گاه که نام روز با نام همون ماهی که اون روز توی اون ماه واقع شده برابر می شده که غالبا پیش می آمده در ماهی یک بار، باز اینا به جشن می نشستن.